در پاهی گلی مرتبه دولت منده یک جمله فلک سرا گدایی هنرند یک جمله پلک سرا گداهی هنرند این مراسم ویدا با دولتمند خال فلک سرای معروف تاجیک است که هم گریه داشت هم دعا می کردن و هم فلک می سرودن. دولتمند خال شب 19 فوریه بر اثر بیماری سرطان جگر در 74 سالگی در دوشنبه درگذشت. مسکو رفت یک 4 روز دیدنش که خیلی گفتن که جگر خیلی کسرش وزنی تره خیس اومد خیلی جا بعد به شفاخونه شنبه اومدنش خراب بلو من روزی اول خطش بدم تا اخیره بگم دولت من یکون جو درد میکنه گو نه نالشم نمیکنه حس نمیکنه دیگه دولتمند خال 74 سال پیش در داغستان شوراباد ختلان به دنیا آمد. در 13 سالگی در مرگ پدرش فلک سرایی را آغاز کرد که آن را تا صحنه های بزرگ هنری جهانی رساند. نه تنها من فکر نمی‌کنم نه تنها جنبه هنری بلکه جنبه معنوی و ماهیتی و اصلی و وجودی و هستیش بود، بنیادی و هویتیش بود که توانست که از اون دایره های محدود کوهستان به دایره های شهری و فراتر از اون ببرد و معرفی کند. و مثلا سیمای واقعی فلکی نه تنها عرض و داد است بلکه اعتراض است، نه تنها بیچاره نالی است بلکه اعتراض است، اعتراض با فلک برای تغییر دادن وضع حال و حال هوای مردم. بنابراین انا همین اصل بنیادی یا که فوندامنتی فلکی اعتراض یک انسان که مثلا به خاطر برآورده ساختن نیازاش با فلک دست به گریبان می شود، این توانست استاد دولتمند به سطح خیلی بلند رساند و به دوری های دور برد. در گذشت آوازخوان سرشناس را اهل علم ادب نه تنها فاجعه هنری آوازخوانی بلکه تلفات برای ترغیب ادبیات اصیل و شعر ناب می دانند. یکی از خصلت های ایجادی استاد همین بود که همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب می کرد، بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی، از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد. در این مراسم از دولتمند خال به عنوان کسی یاد شد که به وسیله فلک در وحدت فرهنگی و تمدنی فارزبانها سهم چشمگیر دارد. یادم هست که در جمهوری ایران، در ایران بزرگ، شامگاه به یک دکان در آمدیم که صدای دولتمند از تلویزیون بلند میشد، دور مشاو دور مشاو، صدا هم سرود دور مشاو مولانا، و در پس منظر این سرود همین منظره های ایران و خودی مقام و جایگاه راهبر ایران همه ایستان نمایش. من گفتم بلندش کن آقا. بعد آقا گفتن که شما از کجا هستید؟ ما تاجیکستان، از تاجیکستان، این برادر ما هست. بعد با یک محبت گفتن که برادر ما هم هست، ما خیلی دوستش میداریم. دولتمند خال را نه تنها هنرمندی می دانند که هنری فلک خانی را روش داده است، بلکه به عنوان استاد صاحب مکتب و مؤسس دسته فلک در پروریش شاگردان نقش باریز دارد. با استاد بسیار یک انسانی تبرک، انسانی نگستن، شاگرد پرور هستند و ما را کمی هم بود که و ما آموختن همین ژانر فلک را باور کنید سخن کردن هم مشکل است. سهم دولتمند خال را برای حرفه‌ای کردن ژانر فلک خیلی برجسته می دانند. استاد دولتمند خالوف همچون اعضای بستکاری اتفاق کمبزدران تاجیکستان هستند و ایشان یک کتاب را هم به ادوار یعنی ناتا یعنی روی چاپ آوردن که اون نام عنوان فلک را دارد. گفته می شود که دولتمند خال برای جاویدانگی هنری فلک که در دنیا هواداران زیادی داشت بالای ترهای بزرگ کار میکرد. کاری ناتمام خیلی زیاد داشتم و در نیت داشت که یک اکادمیای فلک رو تأسیس داده باشد و کتاب های نوبتی
در سبک فلک با چوب آماده بودند، یعنی که تو با سامو رسیدن اینا که افسوس که عمر وفایی نکرد، لیکن باوری است که هیئت علمی و ایجادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان و شاگردانش کارهای استاد را به سامان میرسانند. این باوری هست. گفته میشد موسیقی فلک را از یک موسیقی سنتی دهکده های تاجیکستان به یک موسیقی که به عنوان عنصر وحدت تمدنی فارزبان ها تبدیل شد آورده رساند و این موسیقی به میراث فرهنگی تمدنی بشریت در یونسکو رسید. دولتمند خال بعد ختم رشته معماری شامل دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان شد. پس از آن در ولایت کولاب سابق دسته هنری خانوادگی فلک را تأسیس داد. این دسته بعداً به دسته جمهوریوی فلک در کمیته تلویزیون و رادیو تبدیل شد. مقام های فرهنگ تاجیکستان گفتند قرار بود دولتمند خال فردا به ایران برود و با حضور در شام فرهنگی تاجیکستان و ایران بلندترین جایزه موسیقی ایران را صاحب شود. اما مرگ این امکان را از او گرفت.